بسم الله الرحمن الرحیم. درس خود شروع میکنیم از برنامه افتر افکت سی سی 2018. میریم افتر افکت باز میکنیم، میایم یک پروژه نو میگیریم، میایم یک کمپوزیشن ایجاد میکنیم، کمپوزیشن خود خورد میگیریم و 25 فریم پر سکین و دیورشن 10 ثانیه، دیورشن 5 ثانیه میگیریم، 5 ثانیه و ایره میگیم اوکی، بکگراند سفید میگیریم، اوکی. خب بعد در کمپوزیشن ببینین معرفی افتر افکت سی سی 2018 به این شکل که ما وقتی افتر افکت باز میکنیم، یعنی در قسمت پنجره پروژیکت هست و تایملاین هست و ویوپورت هست و پنجره افکت هست، افکت پریسیت هست، قسمت بالا مورتولبار هست، منوبار هست. خب از قسمت منوی فایل شما میتونید نیو پروژیکت، نیو یک پروژیکت، نو پروژیکت بگیرین، تیم پروژیکت به شکل تیم یا به شکل گروهی یک پروژیکت بگیرین، نیو فولدر میسازین، اوپن پروژیکت، پروژیکتتان باز میکنین که قبلا کار کردین، یک پروژیکت افتر افکت باز میکنین، همونطور اگر به شکل گروهی یک پروژه داشته باشین رو باز میکنین، اوپن ریسن و پروژه آخرین بار که کار کردین، اوپنین برش کلوز هست، کلوز پروژیکت هست، البته کلوز پروژیکت پروژه بسته میشه، افتر افکت بسته نمیشه، سیف میگیرین، البته سیف اگر یک بار شما سیف هست گرفته باشین، دفعه دوم شما میتونین که سیف بگیرین روی امو پروژه، سیف هست با یک نام و مثل برنامه دیگه همه تو سیف هست چی هست. خوب بعد در قسمت این دیپندنس اگر آپشن هست که اگر شما پروژه رو به شکل یک پروژه رو مثلا شما کار کردین، فایل ها از قسمت های مختلف از کامپیوتر، از درایو های مختلف کامپیوتر مثلا فایل ها رو استفاده کردین و شما اگر او پروژه را ذخیره هم کرده باشین و او پروژه را در کامپیوتر دیگه انتقال بدین، ممکنه فایل هایشان در کامپیوتر نو که در کامپیوتر دیگه انتقال میدین پروژه تان هم میس بکنه، به دلیل این که شما مثلا عکس هاد لازم میشه در پروژه، ساوند هست، ویدیو هست، ساون افکت هست، همه هر نوع چیزایی که شما فایل هایی را که امپورت کردین در داخل کامپیوتر از قسمت های مختلف کامپیوتر ممکنه در کامپیوتر جدید میس شوه، به خاطر که میس نکنه شما میایین پروژه را تا هر جایی که کار میکنین و میخواین پروژه تان انتقال بدین در کامپیوتر دیگه، بعد در کامپیوتر دیگه میخواین میس نکنه فایل هایتان، میایین قبل از اینکه چی بکنین، میان فایل ها را مثلا در قسمت فایل میگن که دیپندنس، دیپندنس کلکت فایل، کلکت فایل به این منظور که اگر شما فایل های مختلف در این قسمت پروژیکت تان باز کردین و ایره میخواین به شکل یک پکیج ذخیره بکنین و او پکیج دوباره در کامپیوتر دیگه انتقال بدین و بدون مشکل، بدون از اینکه کدام فایلش میس بکنه در کامپیوتر دیگه کارتان ادامه بدین، باید شما قبل از هر کار بیاین این فایل، بیاین بگین دیپندنس، بعد بگیم کلکت فایل. کلکت فایل وظیفه شی است که نمی پروژه که شما کار کردین، فایل هایی که باز کردین میتونین که به شکل یک پکیج ذخیره بکنین، بعد اون پکیج دوباره در کامپیوتر دیگه انتقال بدین، بسیار یک چیزی آپشن حیاتی است و بسیار آپشن خوب هست که از این استفاده بکنین. فعلا ما وقتی که اینجا آمدیم the project need to be saved first, do you want to save it، شما باید یک پروژه کار کرده باشین و ذخیره کرده باشین که بتونین ایره کلکت بکنین. مثلا ما اگر درسته ما این سیو از گرفتیم، فایل ما مثلا ذخیره شده، اما باید اینجا ما بگیم که سیو دوباره بیایم فایل دیپندنسز، حالا اگر چی میکنم مسیر برای ما میتونم مثلا من به چه شکل ذخیره میکنم کلکت میکنم و ما فعلا چیزی ندارم و خب ایره کلوز میکنم. دوباره در قسمت فایل آپشن های دیگه هم هست، ایدیت هست، مثلا اندو نیو کامپوزیشن از استوری از دوپلیکیت هست و در قسمت پارچ شما میتونین که از اینجا اگر مدت زمانی با افتر افکت کار کردین و افتر افکت یک حافظه درونی داره که ما نمیبینیم و کلیپ بورد، به نام کلیپ بورد که هر کاری که ما میکنیم کنترل سی، کنترل مثلا ایکس، این کارا باعث میشه که وقتی ما میگیم کنترل سی یعنی کپی میگیریم و افتر افکت رو در حافظه کلیپ بورد خود ذخیره میکنه، دوباره که ما میگیم کنترل وی پس دوباره از حافظه کلیپ بورد پست میکنه در یک جای دیگه، کنترل ایکس همچنان. خب وقتی که شما با یک مدت زمان با افتر افکت کار میکنین، میایین اینجا
افتر افکتتون ممکنه آهسته شوه، سلو شوه، کارش کند شوه. شما میتونین بیاین در قسمت ایدیت بگین پارت، میتونین که حافظه افتر افکت حافظه ای است که ما شما نمیبینیم، اما کش یا اما چیزای فایل های خود در قسمت ذخیره میسازه. شما میتونین بگین all memory in this cache، یعنی دلیت شوه. پس اینجا وقتی ما میایم میگیم دیلیت میکنم، از ما یک مسیج یا یک پیام میاد که ما باید دور بخونیم. Are you sure؟ یعنی شما مطمئن هستین که میخواین دیلیت کش یا همو دیلیت همو فایلایی که در کلیپ بورد یا افتر افکت قبلا ذخیره شده از بین ببرین یا دیلیت بکنین؟ شما میتونین بگین اوکی. و این یک نظر در چیز است که نظر در سرعت کامپیوتر یا نظر در دمی فایلایی که شما چقدر مدت زمان میشه کار کردین و حجم فایل چقدر است و همون قدر زمان از ما میگیره. خب بعد در قسمت کمپوزیشن هست. کمپوزیشن ببینین جمعه یک کمپ هست، کمپ یک همون کمپوزیشن است. خب کمپوزیشن اندازه صفحه ماست. وقتی که شما مثلا در فتوشاپ کار میکنین یک اندازه رو در نظر میگیرین، در اون اندازه مثلا A4 میگیرین و او A4 مثلا شما میتونین که در روی کاغذ A4 چاپ بکنید. خب در افتر افکت همچنان کمپوزیشن اونمو یک چیزی هست که شما میتونین اینجا ببینین. پس اگر شما میخواین که اینجا 4K بگیرین، فول HD بگیرین، HD بگیرین، هر چی که میخواین بگیرین، مثلا من در قسمت کمپوزیشن نیو کمپوزیشن، یا در قسمت شما ببینین اینجا کمپوزیشن ما داریم در پنجره پروژکت، اگر اینجا ما کلیک میکنیم کمپوزیشن سیتینگ است که اگر ما اینجا روکی بگویم یک کمپ به نام کمپ دو در قسمت اضافه میشه. خب وظیفه کمپ در این قسمت شما میتونین ببینین وید کمپتون چقدر باشه. مثلا ما گرفتیم 640، هاید کمپتون چقدر باشه، مثلا ما گرفتیم 360. یعنی ما کمپ خود خرد گرفتیم یا هم کمپوزیشن خود خرد گرفتیم، چون کامپیوتر ما ضعیف است، کمپوزیشن های به سایز بالا را هنگ میکنه. پس مثلا فریم ریت هست، فریم ریت یک در عین زمانی که شما پلی میکنین. خب در قسمت تایم لاین ببینید فریم ها در اینجاست، فریم ها در اینجاست. وقتی که شما میگین که ما پلی میکنم در یک ثانیه، انمی پلی هید ما 25 فریم بیای پیش، مثلا 25 فریم 8 ثانیه هست، 2 ثانیه، 1 ثانیه. اگر ما کلان بکنم فریم ها رو میتونم ببینم. خب اینجا ما ایر کلوز میکنم یک بار ببینید، کلان میکنم مثلا فعلا به شکل ثانیه میم، یک ثانیه، دو ثانیه، سه ثانیه، تا اینجا آمده مثلا 20 سکین است. خب اگر ما بیایم اینجا ببینین اینجا 1 سکین است، 2 سکین است، 3 سکین، 3 ثانیه. پس از یک قدم بزرگتر بکنیم باز فریم ها رو میتونیم ببینیم. فریم ها به شکل است که فریم 0 است، 1 2، ببینین 0 2، F یعنی فریم. خب اگر مثلا من اینجا ببینیم 10 فریم است، یک ذره خورد کن 15 فریم، 10 فریم، 20 فریم و 1 ثانیه 20 فریم، این تایی قسمت ها 25 فریم میشه. به اینجا میتونیم که ببینیم 23 فریم هست، 24، و اینجا که ما بیاییم 25، 1 ثانیه ما 25 فریم ما 1 ثانیه میشه. پس در 1 ثانیه 25 فریم، این میره ما پلی میکنیم 25 فریم برای ما نشان بده، یعنی 25 تا فریم یا 25 قطعه عکس برای ما نشان بده. به این معنا اگر مثلا ما دوباره در کمپوزیشن سیتینگ بیایم فریم ریت ما اونم که چیزی شما میتونید از این قسمت کلیک بکنید 120 60. خب در افغانستان می معمولا حد استاندارد 25 فریم پر سکند هست، شما میتونید 120 فریم بگیرید. هر قدر که فریم ریت شما بالا بگیرین انیمیشن تون نرم و جذاب‌تر میشه، به شرطی که رسانه ها میره 120 فریم بتونه پلی بکنه. خب به شکل استانداردش ما اینجا بیایم اینجا راست کلیک بکنم در تنظیمات خود، یعنی زمین سیتینگ برم، مثلا در کمپوزیشن، در سیتینگ کمپوزیشنش برم، بعد بیایم اینجا فریم کمپوزیشن یک، در سیتینگ کمپوزیشن یک آمدیم ما فعلا اینجا 20 فریم 20 ثانیه گرفتیم دیورشنش، ما میگیریم 0.5 یعنی 5 ثانیه باشه. پس اوکی میکنیم. حالا ببینید قسمت 15 10 فریم میره، اگر ما حد انتهایش برسیم 5 فریم 5 سکین هست، 5 ثانیه است. خب در قسمت کمپوزیشن آپشن های دیگه هست و از این قسمت شما میتونید که رندر بگیرین، رندر به شرطی که اداب میدیا انکودر در کامپیوترتون نصب باشه. توسط از این شما میتونید اکسپورت بگیرین ویدیویتون توسط اد رندر کیو، باز توسط از
خود افتر افکت برتون رندر میگیره. اما تفاوت از این دو تا چی است؟ تفاوت از این دو تایی است که آداب میدی انکودر با حجم بسیار پایین اما با کیفیت بالا برتون اکسپورت میگیره ویدیو را. اگر اد رندر کیو که توسط خود افتر افکت انجام میشه، اگر توسط از این ویدیویتون اکسپورت بگیرید، باز حجم ویدیویتون خیلی بالا و اما اندازه کیفیتی که آداب میدی انکودر میگیره، این هم از او بیشتر نمیتونه بگیره. فقط حجم ویدیویتون، اگر مثلا ما 5 ثانیه را در توسط آداب می اد تو رندر کیو رندر بگیریم یا اکسپورت بگیریم، ممکنه نمی 5 ثانیه ما 100 ام بی شود. اگر توسط آداب می دیا انکودر را رندر بگیریم، ممکنه نمی 5 ثانیه ما مثلا 20 ام بی شود یا 25 ام بی شود، بیشتر از اون نمیشه. پس آداب می دیا انکودر شما در کامپیوترتون نصب بکنید، در پکیج آدوبی که شما میخرین آدوب میدیا انکودر حتما هست و را نصب کنید. خب با قسمت های دیگه شا زیاد چی نیست، قسمت لیر هست، افکت هست، انیمیشن هست، ویو هست و ویندو. مثلا ما میاییم در قسمت پایینتر تولبار مفتول هست، گراب هست، زوم هست، روتیت هست، کمره هست و انکر پوینت هست و ریکتنگ، یک چند تا شیپ هست که شما میتونید به شکل چند تا شیپ رسم بکنین یا به زمین به شکل ماسک استفاده بکنین. پس پینتول هست، تکست هست، برش هست و کلون هست و آپشن های دیگه. خب اگر ما بیاین در قسمت کمپوزیشن خود، یعنی این کمپوزیشن اگر اینجا نباشه شما این تک سفر در اینجا نمیبینید. پس وقتی ما یک کمپ اینجا داریم، میتونیم سر زیر راست کلیک بکنیم، بگیم رینیم. رینیم نام دلخواهید خود ما برتان مثلا اینجا نوشته در نظر بگیرین. شما مثلا میگیم که تست، نام کمپ خود تست ماندم. در قسمت هم ببینیم کمپوزیشن در تایم لاین کمپوزیشن به نام تست داره. ما هر آپشنی را، هر آبجکتش که شما در قسمت اضافه میکنین، پس در تایم لاین رو میندازین و سرش در قسمت کار میکنین. پس من میایم اینجا یک شیپ رسم میکنم. در ابتدا شما بیان گرید لاین اضافه بکنین در قسمت پایین. در قسمت پایین پنجره شما میتونید که گرید لاین اضافه بکنید. مثلا در قسمت بین تایل اکشن صفر، یا شما میتونید اینجا یک صفر یا در نظر بگیرید. پروپورشنال گرید هست، من اینجا گرید اضافه میکنم. گرید به این شکل است. گرید همیشه به ما کمک میکنه که یک رسم خود یا یک چیز را دقیق تر ترسیم بکنم. اگر ما مثلا بیایم اینجا گرید نمیخواهیم باشد، مثلا میگیم که چی باشد، صفر یا باشد، صفر یا به این شکل است. خب صفر مرکزی شیر ماده اینجاست. اگر ما از این قسمت میایم یک ریکتنگل راوند ریکتنگل انتخاب میکنم، مثلا اینجا کلیک میکنم در مرکز و آلت که از کیبورد فشار میگیرم، آلت و کنترل همزمان، ببینید به شکل یک چارگوش. اگر آلت تنها آلت که از کیبورد فشار میگیرم، این از ادامه ماوس به شکل رسم میشه. اگر هیچ جای فشار نگیرم، باز من میتونم آزادانه به شکل یک شیب رسم بکنم. خب بعد این قسمت ببینید انکر پوینت در این قسمت هست و هر شیپ یا هر آبجکتی که شما در این قسمت اضافه میکنید و او دارای یک انکر پوینت است. انکر پوینت اون مرکزی سیقل یا اون مرکز یک آبجکت است که شما میتونید روی از امو بچرخانید یا از امو انکر پوینتش اسکیل خرد و کلان بسازید، یا وقتی که انیمیت میکنین انیمیت اون مو انکر پوینت میشناسه، از روی از امو انکر پوینت محاسبه میکنه یک مسیر برای زمین انیمیت انیمیشنی که شما در نظر میگیرین برتون در نظر میگیره. پس ما او کلید شاتکت از کیبورد آلت هوم میبخشین آلت کنترل هوم از کیبورد فشار میدیم، انکر پوینت اینجا بود در مرکز شیپ قرار دادیم. یعنی شاتکت اگر شما میخواین که از این قسمت کلیک میکنین انکر پوینت است، شما میتونین انکر پوینت تون در هر جای بانین توسط ماوس. اما اگر میخواین به شکل شاتکت دقیق بیارین در مرکز یک شیپ قرار بدین، بازی از امرای ماوس یک ذره سخت است. اگر کنترل بگیریم، بازی میتونین که ایر گری اسنپ بکنین. خب بهترین راهش است که شما شاتکت کنترل آلت هوم استفاده بکنین. شاتکت ببینید اینجا، البته من مفتول انتخاب بکنم کنترل آلت هوم در قسمت خب کنترل آلت هوم از کیبورد فشار میدیم. چرا اینا شد؟ خب در مرکز قرار گرفت. حالا اگر ما بخوایم که نمی شیپ در مرکز کامپوزیشن خود قرار بدیم، دوباره میگیم کنترل هوم، یعنی در مرکز بدون کدام شک و تردید شیپ ما همراه کم از انکر پوینت خود در مرکز کامپوزیشن قرار گرفته. پس از این قسمت شما میتونید اسکیل بدیم بشه. خب از قسمتی که شما میایین رکتنگل در یک کمپوزیشن ایجاد میکنین، ببینین
از قسمت بالا میتونیم که فیل و استروک داریم ما، میتونیم رنگشان از این قسمت کلیک بکنیم، رنگ کمپوزیشن یا همون شیپ خود، رنگ شیپ خودتان از این قسمت در نظر بگیریم. مثلا میگیم که رنگش سرخ باشه اما سرخ تاریک یا سرخ پررنگ. مثلا خب اگر شما میخواین که یک استروک داشته باشه، باز از این قسمت میتونیم که استروک در نظر بگیریم. مثلا من استروکش میگیرم سایان، یا سایان میگیرم، پس سایان پررنگ تر. اوکی، حالا ببینید سایان ما استروک گرفتیم، رنگ سایان هم هست یا رنگ آبی روشن هست اما دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ به خاطر که استروک ما صفر است. از این قسمت کلیک و درگ بکنید به سمت چپ یا سمت راست استروکتون میتونید ببینید، یا مد قسمت کلیک بکنید یک عدد مشخص، مثلا میگیم 5 پیکسل باشه، 5 پیکسل سیت میشه. اگر خواستیم کج نباشه باز ما این قسمت صفر رو میگیریم، ما استروک نمیداشته باشه. اگر ما این میگیم به سیس اینج بخی از بین میبرم، باز قسمت استروک کلیک میکنین، آپشن برتون میده دقیق قسمت از آپشن، میتونین که سالید بگیرین، میتونین گریدینت بگیرین، میتونین رادیال گریدینت بگیرین و میتونین هیچ نداشته باشین، نان بگیرین، نان اوکی. و دقیق قسمت ببینین که خط روی استروک افتاد که شما از استروک استفاده نکنین. پس در قسمت من قسمت دیگه اگر ما بیایم اینجا در روی فیل دقیق قسمت کلیک میکنم، همه آپشن برای ما میتونم، مثلا میگیم سالید یعنی رنگ یک نواخت پر شده باشه، گریدین به این شکل باشه از این طرف تاریکتر، یا رادیال گریدین باشه، رادیال به این شکل که از مرکز در بیرون است، دو نقطه است، از دو نقطه شما میتونین رنگ تنظیم بکنین. خب پس من را کنسل میکنم، میایم این شیپ خود دلیت میکنم، دوباره یک شیپ نو رسم میکنم. ببین خوب دقت بکنین، مثلا من اینجا یک شیپ رسم میکنم به شکل، و دوباره کنترل آلت هوم، کنترل هوم این را در مرکز قرار میدیم. یک شیپ دیگه ببینید، تفاوت چیه؟ مثل برنامه فوتوشاپ و ایلستراتور یا برنامه کارادرات، مثل زمان های میتی اگه اپشن هایی در اینجا ما داریم. مثلا اپشن های اولین قسمت شما میایین یک شیپ رسم میکنین، در تایم لاین این شیپ تان به نام شیپ لیر 1 ایجاد میشه یا شیپ لیر 1 ایجاد میشه. شما میتونین که در این قسمت ببینید کانتنت ریکتنگل 1، اگر شما میایین در اینجا یک ریکتنگل دیگه اضافه میکنین، کلیک یک ریکتنگل دیگه اضافه کردین، در قسمت چی شد؟ یک ریکتنگل جدید ایجاد شد. خب پس ببینیم روشی که ما اینجا میتونیم استفاده بکنیم. مثلا من اینجا کنترل زد، خب شیپ دارین، شیپ انتخاب اگر انتخاب باشه دوباره یک شیپ رسم میکنین، این دمو شیپ اضافه میشه دیگه، دو تا شیپ نمیشه، اینجا ما دو تا لیر ایجاد نمیکنیم برای خود. اگر که میایین در قسمت خالی کلیک میکنین، دوباره یک شیپ رسم میکنین، بذید دو تا میشه، یعنی شیپ لیر 2 شیپ لیر 1. اگر ما در قسمت شیپ لیر 1 بریم، ببین سه تا چی داریم، سه تا شیپ آبجکت داریم اما دو تا لیر داریم. در لیر 1 اگر ما بریم، ببین کانتنت لیر 1 هست. اگر در لیر 2 بریم، اینجا دو تا لیر هست، یک رکتنگل 1 هست، یک رکتنگل 2 هست، پس به شکل یک گروپ هست. خب ادامه درس را باز در درس بعدی ما ادامه درس را براتون کار میکنم. خب تا اینجا خدا یار مددگارتان.